بودی در جان امکانه گفت که توانستی گل معنا شکف عرض عده و احترام دارم همیلانم این برنامه اختصاص داره به ادامه گفتگو با آقای دکتر محسن سازگارا درباره انقلاب شبهای انقلاب تجربیات ایشون دی بعد مجموعه خاطرات و یادبوده ها و یادگارهایی که از اون دوره دارن من فکر میکنم خیلی لازم شنیدنه این مسائل از زبان کسی که خودش انقلاب رو زندگی کرده و با شخصیت های انقلابی آشناس بار گذشته رسیم به آقای مهدی عراقی شخصیت خیلی مورد قبول آقای خمینی که البته در اوائل انقلاب ترور شد امروز ادامه میدیم گفتگو رو درباره شخصیت های دیگه مثل آقای نبوی درود بر شما آقای سازگاران عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آی می بودی و خدمت همه بینندگان گرامی پیشا پیشم عذرخواهی بکنم از اینکه چون سرما خوردم ممکنه هم صدام دورگه شده باشه هم یه خودم فیلم فیلم بکنم از شما بیننده ها عذرخواهی دکتر سازگارا یکی از شخصیت های خیلی متنفذ در آغاز در آغاز انقلاب و بعدش آقای نبویس و خب او از گروه مجاهدین انقلاب اسلامی بود من به خاطر هست که یک بار از رادیو زنگ زدم به دفتر مجاهدین انقلاب اسلامی برای گفتگو از پاریس با آقای نبوی ایشون تلفن رو نگیره ولی دوستانش پای تلفن بودن گفتن ایشون داره حفا شما رو میشنون بگید چی میخوای گفتم میخوام گفتگو گفتن ایشون اصلا با خارج گفتگو نمیکنه حالا چرا به احتمال زیاد شاید به این علت که شمار مخالفان آقای نبوی خیلی زیاد بود در حیات حاکمه و سعی میکرد خیلی ملاحظه کار عمل بکنه گرچه میدونم خیلی دارش خواست حرف بزنه ما سراپا گوشی خواهش میکنم والا من با مهندس بهزاد نبوی که ایشون مهندس الکترونیک فارغ تحصیل از دانشگاه پلی تکنیک یا صنعتی امیر کبیر امروزه همون اول انقلاب آشنا شدم یعنی همون یک هفته اول که ما رفته بودیم به باغ شاه و اسلحه تهران رو می کردیم یک شبیه های مهندس نبوی آمد به اونجا در دانشکده پلتکنیک یک کمیته کارگری پلتکنیک درست کرده بودند و اسلحه اونجا داشتن مثل خیلی کمیته های انقلابی که همه جا بود و اومده بودن اونجا با هم اولین بار آشنا شدیم که یه مقداری اسلحه تحویل بگیرن از اسلحه هایی که ما جمع کرده بودیم حالا یادم هم نیست ما چیزی دادیم بهشون ندادیم اینا ولی این مقدمه آشنایی من با ایشون شد بعد که آقای ناطق نوری در خاطراتش میگه که دوستان ایشون در شورای انقلاب دور هم نشسته بودند و گفته بودند که این آقای لاهوتی از آقای خمینی حکم گرفته بر سپاه ولی نهزتی ها دورش کردن احتمالا منظورشون بنده بودم که با لاهوتی رفتم و آقای لاهوتی آدم ساده است بنابراین ما باید بریم گروه مسلح یعنی اسلحه و اینا نذاریم دست اونها باشه آقای مهدوی کنی ظاهرا میره از آقای خمینی یه حکم میگیره که این کمیته های انقلابی که خود رو در مساجد به وجود اومده بود رو سر و سامونی بدن به کمیته مرکزی درست بکنه و این حکم رو آقای مهدوی کنی هم گرفت و آقای مهدوی کنی میاد محل مجلس شورای ملی سابق و شورای اسلامی فعلی رو همونجا که خونه میزا حسرخان سپه سالار بوده ابتدا و بعدا هم مجلس شده اونجا باغ بهارستان رو میان مرکز قرار میدن و آقای مهندس نبوی که از زندان آزاد شده بود با پاره ای از دوستان دیگه میرن به کمک ایشون و کمیته مرکزی رو درست میکنن آقای مندس نبوی البته باز من یه خورده برم عقب شاید از کسانی باشه که بنیانگذاران جنگ چریک شهری در ایران هن. من به نقل از خود ایشون میگم که وقتی که رفتن به اصطلاح بعد از 15 خرداد 42 من اسنوی در دوره دانشجوییش که سالهای 39 و 40 و 41 و, و اون دوره ها بوده جزء سازمان جوانان جبهه ملی ایران بوده جبهه ملی دوم با پیشینه اسلامی یا نه بله آقای من یه دونه پسر خانواده‌ای ای بودش که پدرشون استاد تاریخ بود در دانشگاه ولی کاملا طرفدار سلطنت و گرایشات سلطنتی داشت مادر آقای مهندس نبوی اولین پرستار تحصیل کرده ایران بود و بنیانگذار دانشکده پرستاری بود و واقعا یک نسل از پرستاران تحصیل کرده رو میشه گفت مادر ایشون تربیت کرده و آقای مهندس نبوی داییاش همه پدرشون در واقع شاهی بودش دایاش همه مصدقی بودن اصطلاحی که حالا اون روزا بود و به هم دلیل به قول خودش همیشه تو خونهشون بین پدر و مادر کشمکش بود به لحاظ سیاسی و منس نبوی از بچگی در واقع به سمت دایایی که مصدقی و ملی و ضد شاه بودن گرایش داشته و مسلمون بود همه بچه هایی که خود جبه ملی خیلی پیشینه اسلامی داشت برخلاف چیزایی که در مورد آقای نبوی در ورده بودن توده بوده نمیدونم چپ مارکسیستی بوده اینا هیچ وقت نبوده همیشه پیشینش به جپه ملی برمیگشت تا به یه نوع سوسیالیسم اسلامی اعتقاد داشتیشون مثل بقیه نسل ما مثل بقیه نسل ما چپگرا بودش نسل ما کاملا تحت تاثیر مارکسیست البته اه. و حالا عرض میکنم آیمنس نبوی از دانشگاه که فارغ و تحصیل میشه دیگه 15 خورداد هم شده بود با قول خودش میگفت تا مدت ها ما تحلیلمون این بود که رژیم خودش 15 خورداد رو راه انداخت که اون حرکت جبهه ملی رو سرکوب بکنه مثلا بعدم با آقای متین دفتری و دوستان دیگه شون میان جبهه ملی سوم رو راه میندازن که همه نیروها توش باشن اما اینم که دیگه رژیم خب رژیم شاه تحملش بعد 15 خرداد خیلی کم شد و سران نهزت آزادی رو که محاکمه کرد اعضای جبهه ملی یا زندان رفتن مثل خلیل ملکی یا خانه نشین شدن و به هر حال سیطره یه حکومت سنگین نظامی بر سر کشور سای افکن جوانترها به فکر جنگ مسلحانه افتادن آی نبوی دوست همدانشکدهی داشتن مصطفی شعایان مصطفی شعایان چپ بود چپ مارکسیستی اه. ولی چپ آزاده ای بود شما کتاب نگاهی به روابط شوروی و نهضت انقلابی جنگل نوشته شعایان رو که بخون میبینید این آدم به قدری آزاد است که به لنین به راحتی انتقاد میکنه و عبایی نداره که تمام بزرگان مارکسیستا رو در واقع زیر سوال ببره به هر حال با تیپ آقای شایان آقای نووی مسلمون اون مارکسیست و غیره اولین کوشش ها رو میکنن برای اینکه سازمان چریکی مسلحانه درست بکنن و شروع میکنن به ترجمه آثار جنگ چریک شهری از امریکای لاتین مثل کارلوس ماریگلا در برزیل یا آرژانتین یا جاهای دیگه که خب اونها جنگ های چیریک شهری رو شروع کرد البته خب میدونیم در همین دوره یک گروه مارکسیستی که تاهر احمد ببخشید مسعود احمدزاده و امیر پرویز پویان و دیگرانی بودن با اون گروه جنگل سیاه کل در واقع صفحه آقای علی اکبر صفایی فراهانی و غیرو اینها با هم ادغام شدن بنابراین یک گروه مسلح مارکسیستی هم های فدایی خلق یوا شکل گرفت سمت مسلمون ها هم یک از جوانان نهزت آزادی ایران مثل محمد حنیف نژاد یا سعید محسن یا آقای بدیزادگان و غیره اینا هم رفتن سازمان مجاهدین خلق رو درست بکنن اینا دیگه سالهای 45 46 و اون دهه 40 آقای نووی اینا هم گروهی بودن که اینها هم به همین فکر بودن و یک سری تجربیات داشتن گاهی هم با این دو تا سازمان دیگه ارتباط داشتن من یه بار از آقای مهندس نووی شنیدم که میگفت احمد رضایی میگفت من وقتی به این برادرای رضایی احمد رضایی رضا رضایی بعدم برادر کوچکشون که حالا مهدی رضایی به اینا برخورد کردم چون خانواده خیلی مسلمون قدیمی بودن میگفت خیلی خوشحال بودم برای اینکه میدیدم حرفایی که من توی ذهنم هست به عنوان یه مسلمون ولی خب حالا چپگرا و چپ مزاج اینا از من چهار قدمم جلوترن و خیلی هم چپ مزاج هستند و یه سری تجربیات رو بعضی جزواتی که به نام مجاهدین خلق منتشر شد شاید این گروه آقای نبوینا که اسم جبهه دموکراتیک ملی رو ظاهرا روش داشتن ولی نمود بیرونی نداشته شکل دیدن. ولی به هر حال گروه آی نبوینا قبل از اینکه دست به هر اقدامی بزنن کاری بتونن بکنن با ظاهرا یک اتفاق ساده لو میرن دستگیر میشن و آقای نبوی رو دستگیرش میکنن مصطفی شایان هم در خیابان کشته شد ظاهرا باز هم اتفاقی ولی پاسبانی صبحش مشکوک میشه تیراندازی میکنن و شایان کشته میشه و چند نفر دیگه از اعضای گروهشون هم دستگیر میشن به حال قبل از اینکه اصلا کاری بکنه و در زندان هم آقای نبوی به هر حال به قول خودش میگه من اگر زندان نرفته بودم حد اکثر یه تیپی مثل مثلا همون برادران رضایی و اینها میشدن ولی تو زندان این دوستان مثل آقای نبوی مثلا با آقای رجایی آشنا میشن با سایر تحصیل کرده های مسلمانی که در ارتباط با فعالیت مسلحان زندان رفته بودن آشنا میشن و یواش شباش یک جمعی میشن جدا از سازمان مجاهدین خلق <applause> اونجا از سالهای 52 -3 شروع میکنن به خط کشی کردن با سازمان مجاهدین خب از بین روحانیون کدام یک اینها رو حمایت میکردن با کدام یک از روحانیون مرتبط بودن در زندان طبیعتا با آقای منتظری اینا رفاقت پیدا کرده بودن با همین آقای کروبی با آقای انباری و امثالهم در واقع طیف های زندانی که با مجاهدین خلق آروم آروم زاویه پیدا کردن چه در روحانیت چه در بازاری ها اینا به عنوان مصنای تحصیل کرده ای که حالا اینها هم مشکل پیدا کردن با مجاهدین خلق با این آدما نزدیکتر میشن افرادی از حزب ملل اسلامی مثل های سرحدی زاده و اینها هم که زندان افتاده بودند یا هیئت مؤتلفه یا و یا غیره مثل آقای اسکر و لادیو اینها در زندان در واقع آروم آروم این تیفا به هم نزدیک میشن جلوی مجاهدین خلق و جلوی کمونیست ها آروم آروم تو دهه پنجاه خط کشی میکنن و در واقع گروه سومی میشن در زندان که دیگه حالا آثاری رو بخونن و صحبت کنن بحثایی که داخل زندان هست سال پنجا و شیش شما میدونید بعد از چپ شدن مرکزیت سازمان مجاهدین خلق و تصویه های خونینی که درون این سازمان شد کمونیستاش دادن مسلمان رو کشتن از جمله مجید شریف واقفی که مهندس برق دانشگاه صنعتی آریامه بود و به هم بعد از انقلاب اسم این دانشگاه رو دانشگاه صنعتی شریف گذاشتن از کسایی بود که در مرکزیت سازمان مجاهدین خلق به دست بخش کمونیستی که تقیه شهرام و بهرام آرام و وحید افراخته و اینها بودن کشته شد محل حادثه کجا بود؟ محل حادثه در تهران کشتنش ولی جنازش رو ظاهرا برده بودن در مسکر, آباد. مسکر آباد. اونجا بمب هم گذاشته بودن آتیش زده بودن نابودش در واقع کرده بودن مجید شریف واقفیلو. به هر حال در زندان هم این آقایون خط کشی سال 56 ساواک که متوجه این اختلافات میشه در درون مجاهدین خلق در واقع میاد یک زیرکی میکنه اعضای مسلمون همه زندان های سرسر کشور رو جمع میکنه در زندان قصر و این اتفاقات درون سازمان مجاهدین خلق رو بهشون نشون میده و بریده های مثل, مثل مثلا وحید افراخته یا محسن خاموشی و غیره و خلاصه این تیفای مسلمونی به این نتیجه میرسن چه تو روحانیون چه تو بازاریا که بیرون از زندان خطر بزرگ الان دیگه رژیم نیست بلکه کمونیستان که داره همه جنبش اسلامی کمونیست میشه بنابر این ساواک پیش پای اینو میذاره که خب بیاین اف بنویسید برین بیرون و کثیری از این آقایون این کار رو میکنن یعنی دولای آقای نووی میگفت حتی آقای منتظری و آقای طالقانی هم میگفتن ما نمی کنیم ولی بقیه بکنن تحلیل اشتباه به نظر من برای اینکه بیرون از زندان اصلا این خبر نبود که همه جنبش اسلامی داشته باشه کمونیست بشه و یه همچین اتفاقی نبود ولی در داخل زندان اینهای جمع بزرگی مثل آقای اسکرولادی آقای بادامچیان نمیدونم آقای کچویی اینا حتی لاجوردی غیره و غیره اینا میان اف می نویسن و ساواک از همهشون یه تعهد همکاری میگیره یک جلسه که من یادم هم هست اون موقع عکسش رو البته دیدم چون من خارج از ایران بودم ولی تلویزیون ایران هم نشون داده یه جلسه در یه سالونی میذاره بسیاری از این زندانیان سیاسی مسلمون اونجا جمع میکنه یکی از زندانیانی هم که فکر میکنم احمد رضا اگه اشتباه نکنم احمدی فامیلیش بوده الان حاضر و ذهن نیستم ولی اون معروف بود که توی مسلمونا عامل پلیس و ساباک شده بوده تو زندان او هم به نمایندگی از بقیه وای میسه حرف میزنه و خلاصه از اون حرفایی که باب روز بود دیگه پیشرفت های مملکت و اعلی حضرت هماینی رو خیلی تایید میکنه و اینکه ما اشتباه کردیم و نمیدونم از این حرفا ولی خب تلویزیون و مطبوعات اون روز که حکومت کنترل میکرد با آب و تاب این رو پخش کرد این داستان افنویسی بخش بزرگی از جنبش اسلامی خب خیلی به نفع رقباشون مثل مجاهدین خلق یا چیرکای فدایی شد تون سال 56 در زندان و من آقای نبوی میگفت من صبح اون روز تو حیات زندان اوین زندان قصر داشتیم هواخوری قدم میزدیم اسکر اولادی رو کشیدم کنار بهش گفتم بهش میگفتن اسکر شنیدم اسکر شما ها میخواین اف بنویسین برین بیرون دارین اشتباه میکنین گفت تکریب کرد گفت نه ولی بی بعد از ظهر گفت همشون تو اون سالونی بودن که اون فیلمو گرفتن اون کار کردن ولی امسال آقای نبوی و دوستانی که اینجوری بودن اینا این کار رو نکردن یک سال بعد البته با انقلاب آزاد شدن و در حالی که تو کمیته مرکزی اومده بودن و به آقای مهدوی کنی کمک میکردن و داشتن کمیته ها رو سعی میکردن جمع و جور بکنن در همون حال هم اومدن سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رو درست کردن که گروهی که از زندان با هم بیرون اومده بودن خب خیلی آدم های کارکشته و پخته ای هم بودن مثل آقای محمد سلامتی آقای صادق نوروزی آقای نیکتل آقای نبوی محسن مخمل باف هم با اونها بود اون مخته و یه تعدادی دیگه اینها دور هم جمع میشن میشن هسته ای که یک اسمم به خودشون گذاشتن امت واحده اما رفتن سراغ گروه های مسلح کوچیکی که انقلابی به وجود اومده بود از سال 55 56 جدا از مجاهدین خلق مثل گروه صف منصورون فلاح بدر اینها هفت تا گروه شش تا گروه دیگر رو جمع کردن چهار تا اصل گذاشتن و گفتند که هر کسی این چهار تا اصل رو قبول داره بیاد و به, به این سازمان بپیونده اصل اول قبول اسلام به عنوان یک مکتب کامل و جامع در واقع یه جور قرارت حد اکثری از دین و تشکیل و حکومت اسلامی اصل دوم قبول رهبری سیاسی نظامی ایدولوژیک آقای خمینی اصل سوم خطکشی با کمونیستا به عنوان جریان که بیرون از دینن و بیرون از اسلامن و اصل چهارم این چهارمی به خصوص شاید اصلی ترین دلیل وجود تشکیل این سازمان شد خط کشی با سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک جریان انحرافی در اسلام یعنی در این چهار اصل اصلا یا اسمی از ایران اینها نیست ایران نه، تمامیت ترزیش منافع سازمانه... ملی مطلقه نه خب تو اون اصل اول در واقع جمهوری اسلامی دیگه شکل داشت میگرف همون دو سه ماه اول انقلاب و حکومت اسلامی برای ایران دیگه به حال تو اون اصل اول هرچی هست برای ایران ولی ببینید اون فضای اون موقع سازمان های انقلابی این شکلی خیلی ناسیونالیزم و ایران و اینا مطرح نبود در واقع ایدئولوژی غالب نزد همه انقلابیگر بود من بار دومی با که های بندست نووی رو دیدم سر این پیچ بود یعنی حدود مثلا اسفند سال 57 هفت بود که یه قراری ایشون گذاشت روبروی تلویزیون آموزشی که الان خب دیگه شده ساختمون اداری مجلس شورای اسلامی و, و ملحق شده به اونجا سر سرای جاله روبروش یه ای بود یه ساختمون اون عقبش بود که نمیدونم من مال چی بود حالا این دوستان گرفته بودن این آقایون اونجا مقر سازمان مجاهدین انقلاب بود اونجا من با مهندس نبوی قرار گذاشتم رفتم دیدنش دو تا بحث ایشون با من داشت یکی این که چه کاره بود ایشون تو کمیته مرکز با آقای مهدوی کنی کمک میکردن و ضمن داشتن این سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی راه مینداخت سمت دولتی نداشتن. اونجوری نداشت دولت بازرگان سر کار بود آقای من زنوی به من گفتش که خب, خب چهره های سرشناسی بودن تو جنبش اسلامی و همه میشناختنشون نسبتاً هم بودن برای اینکه نزدیک به هشت سال زندانی که کشیده بودن تو زندان همه این آقایونی که حالا اومده بودن اعضای شورای انقلاب و میشناختن و اینها همه میشناختن اینا رو به حال به عنوان پیشگامان مبارزه و سالها هم تو زندان خب شکنجه شده بودن شلاق خورده بودن و آشنا بودن با آی رجائی هم خیلی دوست بودن حالا من بعدا که با آقای رجایی برسم عرض میکنم ولی توی این ملاقات های منز نهوی به من گفتن تو بیا ما داریم یه همچین سازمانی درست میکنیم این چهارتا تا اصل رو داریم اگه شما هم قبول دارین تو بیا بچه های خارج از کشور رو که میشناسی اینا رو هم جمع جور کن یه اسمی هم روش بذاریم و شما هم بیاین بپیوندیم به این سازمان این نکته اول ایشون من البته به ایشون گفتم من هر چهار تا اصل رو قبول دارم اون مقطع واقعا قبول داشتم الان قبول ندارم اصلا بینشم بی عوض شده از بی خوبون. ولی اون موقع گفتم آره من اینا رو قبول دارم موافقم ولی من عضو نهزت آزادی ایران هستم و اگه کاری هم بخوام بکنم باید به اون سازمان در میون بذارم ولی از بچه های انجامن های اسلامی دانشجویان در خارج و فعالین خارج کشور کسانی رو میشناسم میتونم به شما معرفی بکنم اونا شاید بکنن من حالا یه وابستگی سازمان دارم مثل آقای مصطفی تاجزاده هم. که خب هنوزم عضو این سازمان هست یا آقای واعزی و دیگران هم که آشنا شدم من یادم نمیاد من معرفی کرده باشم اینا به صلاح بچه های کالیفرنیا بودن تو آمریکا تو انجمن اسلامی دانشجو ولی به هر حال یه تعدادی از فعالین دانشجوی در خارج از ایران به این سازمان پیوستن آقای مخمل گفت چه کرد؟ آقای مخمل باف من اون موقع نمیشناختمش بعدا که رفتم رادیو هم یه مقطعی با هم برخورد داشتیم باز با هم خیلی آشنا نشدیم ولی آقای مخمل باف سال 58 و هشت یعنی از پنجا رسید به 58 هشت بر سر اینکه خودش میگه الان میگه من با, با نبوی اینا حرفم شد و گفتم شما هم میخوام برین سازمان امنیت درست کنین یه ساباک دیگه درست کنین من نیستم پای این کارا و اومد بیرون از اون سازمان و رفتش سراغ تشکیل حوزه اندیش و هنر اسلامی و مخمر در این مقطعی که در واقع کاملا شروع کرده به اینکه داستان بنویسه چون این ذوق و این استعداد و داشته در واقع از سالیان زندان و شروع کرده بود دیگه به اینکه رفت سراغ فیلم و فیلم نام نویسی و, و فیلم ساختن و تئاتر نوشتن و اینها و کاملا راهش دیگه جدا شد ولی محمد با 58 از این سازمان کناره گرفت و همون تابستون 58 و اومد کنار البته حالا یه بار که ایشون برای من میگفت گفتم واقعیتش این نیست که داشتن یک سازمان اطلاعاتی برای یک کشور لازمه مثل ارتش میمونه فقط این نیست که نندازیش به جون مردم و در خدمت دفاع علیه جاسوسان بیگانه یا جمعوری اطلاعات برای اون کشور باشه نه اینکه مقابل مردم بیسته نفسش اشکال نداره فانکشن هم. و عمل کردش باید غلط نباشه که حالا به قول محسن مخبرم اون موقع که ما به این چیزها فکر نمی کردیم. که داغ و تندم بودیم و من عصبانی بودم از اینکه داره یه ساواک دیگه درست میشه چون تو کمیته مرکزی یه بخش اطلاعات هم درست کرده بوده آنچنان که وقتی منم از سپاه رفتم اون اطلاعات تحقیقات آقای محسن رضایی وقتی مم. فرمانده شد عملا بردش کردش یک سازمان امنیت علیه مردم علیه داخل ایران به هر حال آقای نبوی این پیشنهاد اولش بود که خب طبیعتا من نتونستم و همکاری بکنم زمین که دوستی پیدا کردیم دیگه با خیلی افرادشون هم آروم آروم مثل همین آقای قدیانی که پرویز بود اسم مستعار ایشون و بچه های دیگه آروم آروم آشنا شدم نظر آقای ابراهیم یزدی نسبت بینات چی بود؟ ببینید اون مقطع بچه های انقلاب در واقع خیلی انقلابی تر و چپتر از نهزت آزادی ایران بودن و به هم دلیل اون موجی که به بازرگان و دولت موقت و نهزت آزادی لیبرال میگفتن و آمریکایی میگفتن و اینها یه بخش از پمپاژ اون حرفا شاید از همین دوستان چپگرای جنبش اسلامی هم بود ضمن اینکه آقای میبودی به هر حال آدمی زاده دیگه به نظر من رقابت هایی که در درون شورای انقلاب شروع شده بود کشمکش هایی که از فردای پیروزی انقلاب در درون شورای انقلاب بین امثال آقای بهشتی و رفسنجانی و خامنه ای و نمیدونم اردبیلی و غیره در یک طرف آقای متحری و اینها و آقای منس بازرگان و نمیدونم دکتر یزدی و این آقایون در طرف دیگه شروع شده بود و داخل شورای انقلاب این دعواها شکل گرفته بود این بیرون از شورای انقلاب هم عملا طرفدارای دو طرف رو پیدا کرده بود و اونایی که تونتر و رادیکالتر بودن پشتیبانی میکردن از آقای بهشتی و نمیدونم باهنر و رفسنجانی و غیره اونایی که کنتر و عرشبت میان روتر بودن پشتیبانی میکردن از آقای مهندس بازرگان و نهزت آزادی میخوام بگم توی این خط کشی طبیعتا آقای دکتر یزدی تا مشخصا یادم نمیاد که از ایشون راجع به آقای نبوی پرسیده باشم ضمن اینکه منم خودم اون مقطع در واقع چپتر از من بازرگان در روی ازدی بودم انقلابی خودم میدونستم به هم دلیلم تو نهزت آزادی به مهندس صحابی نزدیک شدم و بعد هم که انشاب شد با منده صحابی اینا من کردم با رجایی با آقای رجایی هم توی نهضت آشنا شدم که عرض میکنم حالا درباره باید... این شاب هم صحبت میکنیم متاسفانه وقتمون رو به اتمام هنوز سی ثانیه وقت داریم نو... من فقط این سی ثانیه دوم دو هم بگم آقای نبوی پیشنهاد دومش به من این بود که چون در تهران حالا سپاه دیگه شکل گرفت تا شکل میگرفت کمیتم بود ایشون گفتش که ما برای اینکه دست و پامون تو هم نره بیایم تهران تقسیم کنیم یه وقتی که من بهشون گفتم این بیروت مرد حسابی تقسیمش کنیم ما با همدیگه همکاری میکنیم و اصلا سپاه قرار نیست داخل شهر کاری بکنه این کار کمیته و پلیس و اینها و سپاه وظیفه و ماموریت دیگه ای داره و سعی کردم هم توضیح بدم که کمک بکنه که بعد که آقای عراقی دفعه گذشته عرض کردم کمک کردین سازمان های کوچیک و بزرگ مسلح بیان و دیگه نرم بسات خودشون درست کنم بیان به سپاه بپیوندن به آی نبوی و دوستانشون هم کمک کردن به اینکه سپاه در واقع شکل بگیره تشکر میکنم آقای سازگارا تا دیدار دیگر با سپاس بروبا. از شما سپه عزیز تشکر میکنم ممنون از شما